مصاحبه با دریا سالار کمال حبیب اللهی در روز سه‌شنبه 24 آذر 1363 برابر با 15 دسامبر 1984 در شهر فیرفکس، ویرجینیا. تیم شما امروز مصاحبه رو با شرح حال شما شروع می‌کنیم و من می‌خوام از حضورتون تقاضا بکنم که یه مقداری راجع به سوابق فامیلی پدرتون شروع بفرمایید. من در 1308 بهمن 1308 در آستارا آذربایجان متولد شدم و پدر بزرگم میرهادی میر حبیب اللهی، پدرم میر کتاب میر حبیب اللهی و بودن و پدر بزرگم و پدرم اون موقع با بادکوبه و تفلیس اونجاها تجارت داشتن و به طوری که شاید به نظرم قبل از تولد من باشه که پدر بزرگم بله دیگه خیلی در حدود 13 سال پیش از یه مقدار کمتر تولد من، پدر بزرگم که در بادکوبه تمام امکانات تجارتی اینا داشت، گویا میره دو تا کشتی نفت میخره که به بندر انزلی بفرسته، اون موقع انزلی میگفتن بندر پهلوی. بعد وقتی میاد میشینه، انقلاب اکتبر شروع شده بوده، کشتی ها نمیرسن و این ورشکست میشه و تقریبا دار و ندار رو از دست میده و این وضعیتی که یه خانواده همه چیز از دست میده دفعه اول نیست که ما دوچار هستیم، این سابقه داشته از اون موقع. بعدن خب دوران ابتدایی در 1930 که من متولد شدم و دوران ابتداییم در همونجا و آذربایجان سفری شد، برای دوره متوسطه من تهران اومدم و در سال 1327 از دارالفنون فارغ التحصیل شدم. بعد بلافاصله وارد دانشگاه شدم، ولی در همین موقع دیدم که نیروی دریایی آگهی داده و برای انتخاب دانشجو برای افسری. من به علت اینکه از بچگی به تاریخ خیلی علاقه داشتم و مثل قصه تاریخ کتابای قطور رو میگرفتم، مثل بچه 10-12 ساله میخوندم اون موقع، و بعدنم به علت اینکه نیروی دریایی من احساس کردم بعد از سوم شهریور چقدر مورد احترام مردم بود، به علت اینکه حداقل وظیفه‌شو تا یه حدی انجام داده بود، من نمیتونم بگم 100%، ولی تا یه حد بیشتری انجام داده بود، و خب فوراً داوطلب شدم و در کنکوری که تشکیل شد شرکت کردم و قبول شدم. وقتی قبول شدم اون موقع رئیس ستاد مرحوم سپهبد رزمارا بود و سپهبد رزمارا ما را برد به نظر من کاخ سعدآباد بود و به حضور شاه فقید معرفی کرد و اعلیحضرت هم اومدن و بازدید کردن. ما 30 نفر بودیم دست اول و با توجه به قرارداد با انگلیس ها که نیروی در ایران از بین برده بودن، ما تقریبا دولت انگلستان تعهد کرده بود تربیت کنه تعداد یه افسر برای نیروی دریای آینده ایران و نیروی دریایی که دوباره تشکیل بشه. بعد از اونجا شاه مرحوم چند کلمه صحبت کردن راجع به لباس، اینا دستوراتی دادن و رفتن. بعد رزمارا یادم صحبت کرد و گفت نقشه‌ای که من برای نیروی دریایی دارم شما هنوز نمیتونم با شما صحبت کنم در این باره، فقط چیزی که از شما میخوام اینه که خوب درس بخونید. این حرف همیشه تو گوش من موند و از این نظر میخوام تأکید کنم رو این شخصیت آدمی مثل رزمارا که دوره بعدی که سال بعد افسرها اومدن، سلشگر گرزن بعد از کشته شدن رزمارا رئیس ستاد بود و اصولا بعد از رزمارا، و گرزن برای افسرهایی که دانشجوی جوان صحبت میکنه میگه ما که جنگی با کسی نداریم، شما برین یه تفریحی میکنید و گشتی میزنین و برمیگردین. و بعدها یادم در یکی از مسافرت های کشتی های جنگی، اومدن کشتی های جنگی انگلیس به آبادان،
من با فرمانده خلیج فارس صحبت میکردم به عنوان افسر جوان. یه دفعه صحبت راجع به رزمارا کشید، گفت بله زمان رزمارا قرار بود اصولا کم کم امور خلیج فارس به ایران واگذار بشه و اصلا کشتیای ما هم واگذار بشه به ایران، و پس یه همچه مسائلی رزمارا تو فکرش داشته. راجع به رزمارا صحبت می‌فرمایید؟ بله، منظور من اینی که به نظر من حیف شد افسری مثل رزمارا از صحنه سیاست ایران و از صحنه ارتش ایران بیرون رفت، از بین رفت. در انگلستان البته ما چند سالی روی کشتی‌ها و در مدارس مختلف نظامی آموزش دیدیم و در چند گروه، گروه فرماندهی و گروه مهندس برق و مکانیک و اینا بودن. در انگلستان حالا شما در کدوم مدرسه بودید؟ اسم مدرسه شما چه بود و در کدوم شهر؟ بله، در انگلستان ما اول ورودمون روی نبرناو هاو که در سال 45 وارد خدمت نیرو در انگلستان شده بود و با توپای 14 اینچ تقریبا در حدود 40,000 تن وزنش بود و در اونجا استاج شروع کردیم. یک سال خورده بعد به مدارس مختلف در پورتسموت و در پلیموس و در ویموس که نزدیک ویموس بندری بود برای مرسه ضد زیردریایی، توپخانه ضد زیردریایی، ناوبری، تمام این مدارس رو در دوره‌های 3 ماهه، 4 ماهه، 2 ماهه به ترتیب با شرایط خود مثل افسرهای نیرو در انگلیس همه اینا رو طی کردیم. بعدن وقتی هم به ایران برگشتیم، تازه 6 ماه بعضی ها با درجه افسری بودن، بعضی هم دیگه سال درجه شون بود، ولی بازم چون ما فارسی بلد نبودیم، یعنی دستورات فارسی به نظامی اینا رو بلد نبودیم و اون موقع دامیننت نیروی به صورت دامیننت ایران نیروی زمینیش بود و مثل این که ترتیب دادن، من خودم هم بدم نیومد که ما 6 ماه هم دانشکده افسری تهران رو ببینیم که دوره احتیاط کامل افسری نیروی زمینی رو هم دیدیم و من خیلی به اون دوره هم علاقه پیدا کردم. و متاسفانه فرمانده من یه سروان واله بود و سروان واله بعدن معلوم شد که جزء شبکه چپی بود که بعدن هم دستگیر شد و اعدام شد. بله، حزب توده بود، دستگیر شد و اعدام شد. و عجیب بود در اون تابستونی که ما بودیم، از افشار بکشرو که سرهنگ بود، فرمانده معاون هنگ ما بود، تا چندین افسر، اینا متاسفانه در اون شبکه حزب توده بودن. و عجیبه وقتی ما بحث میکردیم راجع به مظاهر غرب و دموکراسی غرب و یا خوبی های ارتش های غربی اینا صحبت میکردیم، یادمه یه روز واله، سروان واله به من تشدد کرد، گفت شما به همه مقدسات ملی ما اهانت میکنید و همه ما رو مسخره میکنید. در حالی که همچین صحبتی نبود، من از اون سیستمی که ارتش عمل میکرد به نظرم سیستم غلطی بود، یه چیز رعب و ترس و وحشت بود، در حالی که دیسپلین غیر از رعب و ترس و وحشت و یه چیزای خیلی شخصی بیشتر به کار میرفت، در این سیستم هیچ وقت مسائل شخصی به کار نمی. من روی اینا انتقاد میکردم و اینا خوششون نمی اومد، ولی خب همین آدم معلوم شد که مال شبکه حزب توده است که بعد اعدام شد، ولی افسر رو فهمیده بود تا اینجا که آدم. بعد یه چیز یادم رفت بگم، دورانی که ما در انگلیس تحصیل میکردیم مصادف شد با ملی شدن صنعت نفت و هر روز سر مقاله روزنامه ها عکس آیت الله کاشانی بود، صفحه اولش مصدق بودیم. تا روزی هم که ترور رزمارا انجام شد، مرحوم رزمارا، اون موقع بازم عکس رزمارا رو انداختن و بالاش نوشته بودن که بهترین دوست بریتانیا در خاورمیانه از بین رفت. حالا مسئولش کی بود فعلا بحثی نمیشه. ولی ما مشکلی با نیروی دریایی نداشتیم و یادم کپتن کشتی موقع به نظرم کپتن لنگ و کپتن شدول بود، حالا صحبت سیاب چند ساله، اومد سخنرانی کرد، گفت درست دولت‌های ما با هم در کشمکش سیاسی هستن و رزمناو یورالوس و اینا در روبروی آبادان رفتن
برای تهدید اینا، ولی برای ما فرقی نمیکنه، شما همین احترام دارین، شما دانشجوی ما هستین و هیچ ما تأثیری در کارمون، و واقعا هم تأثیر نکرد و ما تأثیراتمون ادامه دادیم. وقتی به ایران، پس از اینکه ما در سال 31 مراسم که در دانشکده افسری بود و نیروهای سگانه هم دانشجوها اونجا جمع شدن و شاه فقید اومدن و همه اونجا مراسم انجام شد و همه به درجه استتوان دوی یا نابمان دومی در نیرو دریایی که رسته ما بود نائل شد، بلا فاصله من رفتم به آبادان یا خرمشهر، به اصطلاح پایگاه دریایی بود. از لحظه اولم داوطلب خدمت تو کشتی شد و رفتیم روی ناو ببر. شما چه سالی برگشتید دقیقاً؟ 51 سال 1951، یعنی هنوز موقعی زمامداری دکتر مصدق؟ نه، دکتر مصدق دیگه افتاده بود. ببخشید، 1951 نمیتونه باشه. ببخشید، نه خیر، دکتر مصدق بود. نخست وزیر. بله بود. حالا اونم داستان داره که عرض میکنم بعداً. 8 مرداد من چه وضعی داشتم. بله. روی ناو ببر رفتیم و از همون لحظه اول من احساس کردم که سیستم وجود نداره، یعنی هیچ سازمان نظامی نیست، یه چیز دکون شخصی بود، یه فرماندهی داشتیم در یه ساعتی می اومد و دو ساعت برق و کولر رو راه می‌انداخت تو این گرمای تابستون و بعد میرفت خونه‌ش و ماها تو تاریکی اینا می‌موندیم. و من یادمه، من چون عادت به مطالعه خیلی زیاد داشتم و این کشتی، پنجرهای کشتی به صورت سوراخ‌های گرده، پنجره گرد که اوبلو میگفتن، لغت ایتالیای نیرو در ایران اون موقع مرسوم بود، اوبلو، همین لغت اوبلو رو میگفتن و انگلیسی هم میگن پورت هول، یه چیزی. بعد ما چون تو کشتی دیگه برق نبود، تو شدتی گرما، عرق و گرما تو کشتی، آهن و اینا و زیاد مهم نبود، تا اینکه من امکان مطالعه نداشتم و کتاب من میگرفتم در نور اون هبلو، اون پنجره کشتی، و از نوری که از بیرون میومد اون میخوندم، چون یه متون طرفتر دیگه تاریک بود. و یادم یه روز یکی از افسرهای که بعدن شد دریابان انوشیروانی، موقع خب افسر جوان بودونم، اومد و دید منو با اون حال، گفت دیوانه شدی مگه؟ این مملکت این چیزها رو نمیخواد، که احتیاج داریم؟ گفتم نه، یه روزی ما احتیاج خواهیم داشت. اتفاقا عجیب بود، بعد از شاید یکی دو سال واقعا عملا دیدیم، چون کشتی های ما حرکت کردن طرف ایتالیا، هیچ کی نمیدونست چی کار بکن. و در چندین مخاطره تقریبا من وظیفه همو به من افسر ناوبر تونستم خیلی دقیق انجام دادیم تا رسیدیم به ایتالیا. و در حالی که اگر واقعا اون دقت نبود، شاید کشتی هر دوتا از بین رفته بود. در حوادث 28 مرداد، یعنی بعد از اینکه مدتی من ناوبر بودم، به ناو پلنگ منتقل شدم. در ناو پلنگ اول شدم افسر دک. اولین فرمانده کشتی بود ناخدا دبیرعلایی. ناخدا یکم بود و اولین سفری که رفتیم افسر راه بود ناوبان رمزی عطایی. عطایی بعدم فرمانده نیرو دریایی شد که به علت سوء استفاده اینا بازداشت شد و به زندان افتاد و همه در جریان هست. عجیب بود که سفر اول دچار یه طوفان خیلی بدی شدیم. طوفان‌های محلی خلیج فارس هیچ دستکمی از، شاید از طوفان‌های دریاهای بزرگ، نمیگم اقیانوس‌ها، ولی دریاهای بزرگ مثل مدیترانه نداشته باشیم. و یا 48 ساعت تقریبا کشتی همه افتاد. و یادم از دبیرعلایی که فرمانده کشتی بود، آدمی قد بلند و هیکلداری بود، یه دفعه دست شده گرفت به جلو دهنش، گفت آقای حبیب‌اللهی منم رفتم. و دیگه رفت پایین. افسر ناوبر که عطایی بود، اون که از اول افتاده بود، اصولا هر روز هر دفعه دریا میرفت حالش به هم میخورد. 48 ساعت ما موندیم اون بالا و بدون غذا، شاید نون خشک معمولا میخوردیم در این هم چه بود.
یا سیب زمینی همین. ولی بعد 40 ساعت به مقصد درست رسیدیم و از اون به بعد تقریبا در بین کادر ملوانای نیروی دریایی دیگه معروف شد که تا وقتی اون ناوبان حیب اللهی هست شما خیالتون راحت باشه. بنابراین رو هر اینا که اومدن کشتی با یه احترام مخصوصی می اومدن و وقتی به بندر برگشتیم دبیر الهی آدم باهوشی بود، ما را جمع کرد و بلا فاصله به من گفت تو افسر راه هستی و به عطایی شغل دیگه داد. افسر راه البته افسر شغل مهمتری بود. بعد از دبیرالهی فرمانده کشتی دریا سالار بعدن شد، ناخدا فاطمی شد و ناخدا فاطمی خب من تقریبا جنبه معاونتشو پیدا کردم و یا ببخشید قبل از این در 28 مرداد هنوز دبیرالهی فرمانده بود و تابستون مرخصی رفت. بعضی از افسران مرخصی رفتن و من تقریبا ارشدترین افسر موندم تو کشتی و مسئول یکنی ناو و یادم هست که در کشتی در حدود 30 نفر عضو حزب توده داشتیم. به علت گرما و نبودن امکانات هم تو کشتی ما اغلب با تقریبا بدون فقط با یه شورت و یه اون موقع پپشه مسلسل دستی بود و اونا نگهبانی میدادیم. من همیشه دستم بود و به علت این خطری که تو کشتی وجود داشت من میدونستم 30 نفر عضو حزب توده بود، من همیشه با این پپشه میخوابیدم اصلا و به مختصر صدایی تو عرشه کشتی و بلند میشدم و این همیشه آماده برای تیراندازی. یه شب 3:30 شب رفتم گشت دیدم اینا جلسه حزبی تشکیل دادن. شما اون موقع نمی‌دونستید که اینا اعضای حزب توده هستن؟ من مشکوک بودم، شک داشتم. از صحبتایی که هم از اون درجدارای دیگه داشتیم میدونستم اینا عضو حزب توده، ولی مدرکی نداشتیم که واقعا بگیم. رفتم بالا سرشون و احساس من این بود که این جلسه حزبی بود و گفتم که آقایون صبح 5 باید از خواب بیدار شین، الان ساعت 3 و اگه قصه امیر ارسلان میخواییم بگین بریم بخوابیم، فردا این کارو بکنیم، خوابتون رو نزنیم. روز بعد اسامی همه اینا رو من گزارش دادم. اون موقع دریادار دفتری فرمانده منطقه بود و گزارش دادم به اونا و عجیب بود که بعد از این حوادث وقتی اوضاع عوض شد بعد از 28 مرداد یه روزم یه نامه اومد که ناوبان حیب‌اللهی نظر تو راجع به اینا که گزارش دادی چیه؟ این 30 نفر. من نوشتم به نظر من اینا بهتر است از ارتش برن بیرون و صلاح نیست بمونن، این حداقل نظری است که من میتونم بدم. و عجیب بود چون در اون دوره است از یه ستباندو یا ناوباندو کسی نظر نمیخواست. حالا کی این کارو کرده بود من نمیدونم، ولی همچی چیزی یادم هست. با این 32 نفر اینا تا اینکه روز 25 مرداد اون سال شد که سالش اون 28 مرداد اتفاق افتاد و شاه فقید خب موقع هم رفتم بیرون و من یادم عصر رادیو رو باز کردم، سخنرانی دکتر فاطمی بود که صحبت سخنرانی معروفش میکرد در میدون بارستان. میدون بارستان 25 مرداد 25 مرداد. خب ما رادیو را بستیم و به کادر کشتی هم اعلان کردیم که ما با سیاست کاری نداریم و ما نظامی هستیم. ولی بلا فاصله دو تا افسر بودند کشتی به اسم شاه حسینی و شیلاتی. اینا را خواستم تو اتاق کشتی. گفتم که مملکت داره رو به کمونیستی میره. اول کسی هم که سرش بالای دار بره دکتر مصدق خواهد بود. و پیشنهاد میکنم که ما یه عمل قاطعانه تری انجام بدیم. من کشتی رو میتونم جدا کنم از اسکله، شبانه رودخونه وسط رودخونه ناو ببر که به بویه مهار شده میرم بهش پهلو میگیرم، توپاش رو از کار میندازیم. وقتی توپاش از کار افتاد دیگه به درد نمیخوره. حرکت میکنیم وسط خلیج فارس، اعلان ایران آزاد. مدتی طرح هم یادمه گفتیم بوشهر رو بمباران میکنیم، بعضی از قسمت های پادگان های نیم جان دادنش از این صحبت ها. بعد میریم ملحق میشیم به
شاه فقید ترج. اون موقع خب اینجوری ما طرز تفکر این بود. من یادم این دوتا مخالفت کردن و یکی گفت شیلاتی گفت نامزد دارم و اون یکی هم گفت من اهل این کارا نیستم. گفتم بسیار بس راجع به این موضوع لطفا با کسی صحبت نکنید تا بعد. بعد من درجه دارا چند تا درجه دار خیلی مورد اعتماد داشتیم مثل نابمانیار نیکو بعدن شد و این پسری سرهنگی بود اینا. بعد اینو خواستم من بهش گفتم مطمئن این چه مسئله ایست و امکان داره ما این کارو بکنیم. اون قول همه نو همکاری داد گفت درجه دار میهم پرست زیادم تو کشتی اینا و گفتیم اون 30 نفر عضو حزب توده رام در دم دهانه میذاریم تو قایق پیادشون میکنیم قبل از اینکه کشتی وارد دریای آزاد بشه. این وجود داشت تا این یکی دو روزه رو این بحث بود تا اینکه شاه فقید برگشت و اوضاع عوض شد و اون داستان 28 مرداد پیش اومد و راستش در اون موقع بعضی از افسرهایی مثل امین عطاینا که تهران بودن اینا نشان گرفتن مدال گرفتن که تهران برای گردش رفته بودن. من که همچه طرحی اون موقع پیشنهاد کرده بودم نه گزارشی دادم و نه واقعا انتظاری هم داشتم چون این وظیفه بود به نظر خودم بسی انجام بشه و خوشبختانه از نظر من در اون موقع به اون صورت حل شد و من البته هیچ وقت فکر نمی کردم که این اصلا به جایی رسیده باشه تا اینکه تابستون سال انقلاب که من با جنرال ویلسون فرمانده تفنگدارای دریای آمریکا حضور شاه فقید رفتیم یه دفعه دیدم اونجا اشاره کرد شاه فقید بله در اون دوره اینا مثل این افسرهای جوان بودن تا صبح با مسلسل دستی کشیک میدادن و طرحی داشتن که به من ملحق بشن از این صحبت. من فهمیدم که از یه جاییشون خبردار شدم بدون که من خودم گذاشتشون و حتی هیچ تشویقی از من افشا شده باشه. از اون به بعد دیگه در ناو از ناو پلنگ ما شروع کردیم سیستم های جدید نیروهای دریایی دنیا رو پیاده کردن. اولیش خب آموزش اولیه بود که وجود نداشت اصلا از ناو بری ملوانی مسائل مختلف. بعدا که اون مانورهای اولیه می دادیم من یادمه من همون فرمونده داشتم و از این که کشتی این همه تیراندازی میکرد خوشش نمی اومد، اصلا ناراحت میشد و اعصابش خراب بود و میگفت که آقای حبیب‌اللهی نمیشه فقط با توپ عقب تیراندازی کنیم و توپ جلو رو فعلا شما صرف نظر کنید. گفتم نه خیر جان را خدا نمیشه و کشتی مانور ما باید اینقدر تیراندازی در این دایره انجام بدیم وگرنه مانور مفهومی نداره. در سال 53 بود که کشتی های ما رفتن ایتالیا و یک مسئله یادم بعد از 28 مرداد تعدادی از اینایی که بازداشت شدن در تهران به جزیره خار میفرستادن. بله. من فرمانده کشتی یدکبر بودم یه مدتی و اینا رو میبردم و یادم هست من با اینا نهایت احترام رفتم بهشون گفتم شما بازداشت زندانی سیاسی هستیم و ما هم نظامی هستیم کاری با شما نداریم فقط لطفاً فکر فرار اینا نکنید اون در صورت حتما کشته میشه. در غیر این شما در نهایت احترام مهمون ما هستیم. یکی از اونا اون شمشیری مرحوم بود چنو کبابی و کاملا یادمه یه سخنرانی هم کرد و ما را به میهم پرستی تشویق کرد و اینا و ما هم با احترام باش رفتار کردیم. کشتی‌ها که رفتن ایتالیا از اونجا من اومدم به آمریکا برای یه دوره فلیت ترینینگ سنتر در نیوپورت. بعد از اونجا برگشتم به ایران و اولین ناوچه مدرنی که آمریکا به ایران تحویل داد به اسم کیوان من فرمانده اون شدم و کیوان رو تحویل گرفتم و 3 سال فرمانده اون بودم. بعد پلنگ رو تحویل گرفتم 3 سال فرمانده پلنگ بودم. ناو پلنگ که دومین ناو ایران بود در درجه ناوبان دومی فرمانده شدم من. بعد
در مسئله ناو پلنگ ما یه گرفتاری های زیادی داشتم و کشتی رو برای تعمیر بردم پاکستان و در پاکستان متأسفانه یه وابسته وجود داشت. اومد اون موقع سپهبد کیاب رئیس اداره دوم بود، یه سرهنگ به اسم سرهنگ سلطانی وابسته شد، گویا قوم خیشش بود، یه آدم عجیب و غریبی بود. و از لحظه اول ما که خیلی به این احترام گذاشتیم، این متاسفانه یه راه جور دیگه رفت. و برای مثال یه روز منو خونش دعوت کرد که گفت جاو سروان و این پول تعمیرات کشتی ها رسیده حدود چند میلیون تومان و من میخواستم بگم ما که تعهدی که نداریم در مقابل پاکستان، ما اینو به جای اینکه به دلار به اینا بدیم، ما به روپیه بهشون میدیم. البته اختلافش در حدود اون موقع شاید در حدود 1.5 میلیون تومان بود، سال 60 مثلا، حساب 59. و گفتم ببینید جناب سران، این کار اولا اصولش غلطه، ثانیا دولت پاکستان کشتی تعبیر میکنه برای فارن اکسچنج به قول خودشون، این امکان نداره. و ثانیا شما فکر نمیکنید یه دفعه این درز میکنه و چه مسئله پیش میاد؟ و اما متاسفم که اصولا کار غلط نمیتونم انجام. از اون به بعد ما اشکال پیدا کردیم، ایشون گزارش های عجیب و غریب داد به تهران. یکی از این گزارش بود که این کشتی پلنگ با ناو عالمگیر تصادف کرده در دوم ژانویه. تهران جوابش رو داده بود که خب شما که میگین دوم ژانویه و دو ماه تو حوض رفته تعمیر، این که چهارم ژانویه حرکت کرده، چجوری در فاصله 48 ساعت دو ماه تو حوض بوده؟ اون رو رد کرده بود. بعد یه چیزی بود که من از مقداری برای مهمونیامون من شامپاین سفارش داده بودم، فوتوکوپی اینو گرفت طرف سفارت، من حتی این کار کردم خیلی عادی، فوتوکوپیشو گرفته بود سیستم سابق و اونم جزء گزارش بود. من تو جواب نوشتم که من به جای اینکه با پاکولا از مهمونی ارتش شاهنشاهی پذیرایی کنم، با شامپاین پذیرایی میکنم که معادل همون قیمته و در آینده نیز همین کارو خواهم کرد که حساب دستشون باشه. ما دستید و ضمن این شامپاین نبود، شامل اینقدر کیس مشروبای دیگه بود، هفته یکی دو تا مهمونی 100-200 نفره من تو کشتی داشتم، تمام پاکستان هم ما رو میشناسه و یک سفیر واقعی بودیم برای. و ضمن قبل از اون سرلشکر قفوری بود، یه نامه 2 صفحه تمجید از ناو پلنگ و من فرستاده بود، گفتم ضمن اون نامه رو بخونید. و آخر سر نوشتم در ضمن اگر اجازه میدیم من در 48 ساعت اثبات کنم که وابسته شما در پاکستان سرقاچاقچی است. نظر من این بود و امضا کردم فرمانده ناو پلنگ ناو سروان حیب‌اللهی. نظر من این بود که یه تلگراف بزنم به نشنال بانک آف پاکستان که آقای وابسته چقدر اونجا پول خورد کرده در سال گذشته، یه نامم به اداره دارایی ارزش چقدر پول به وابسته سفاره حواله کردی. اختلافش قاچاقچیگری وابسته ما بود در اونجا. البته چون مسئله پارتی و پارتی بازی بود و اصلا این پرونده رو خوابوندن و منم خیالم راحت شد از اون به بعد. و از اون موقع اصولا من افتادم تو این خطی که مبارزه با فساد اگه نشه بالاخره ریشه ما از بین میره. در سال 60-61 اومدم آمریکا، در رفتم United States Naval Postgraduate School در مونتری کالیفرنیا. این دورش یک سال بود و بعد از اون دوره دوباره برگشتم به ایران و در سال 61-63 هم فرمانده ناو برف شدم و هم Senior Fleet Operation Officer، افسر ارشد عملیات ناو افغان که تقریبا مثل فرمانده ناو افغان بود، چون یه
دریاداری در جنوب بود، هم فرمانده ناوگان بود، هم فرمانده مناطق جنوب، اون کاری با عملیات داشت. عملا اون افسر ارشد عملیات این کار عملیاتی رو انجام در اونجا بود که یادم این مانور بزرگی با آمریکا دادیم، مانور دلاور معروف بود و آمریکا 7000 نفر در کوههای بختیاری پیاده کرد. در دریا ما با ناو ببر و تعدادی از کشتی‌های نیم داشتیم، متأسفانه اغلب کهنه بودن، ولی همه اینا رو ما آماده کرده بودیم. تعدادی در جزیره خارق پیاده کردیم که شاه فقیدمون بالا بود و تماشا میکرد. در همین موقع هم بود که منو به عنوان دادستان نیروی دریایی انتخاب کرد. یعنی ما نداشتیم، یه سرهنگی بود، سرهنگ نیروی زمینی بود، اون رفت و نیروی دریایی ضمن حفظ این شغلا که من داشتم منو دادستان نیروی دریایی بود. متاسفانه من چون سواد و یا آموزش حقوقی نداشتم و این مسئله همینطوری نبود و رفتم جزوه‌ها و کتاب‌های دانشکده حقوق گرفتم. یادم تفسیرهای حقوقی حقوق جزا مخصوصا مال دکتر پاد و اینا، و اون سال هنوز یادم، اینا رو همه رو خوندم که تا اقلا بدونم اصلا مسئله چیست. و خوشبختانه خیلی کارمون درست بود و یه دفعه دادستان زیر یکی از پرونده‌های من که نظر دادم در تهران، دادستان ارتش نوشته بود هر چه ناصران حبیب اللهی میگوید عیناً شما بکنی، یعنی عیناً قبول کنی، چون دقیق نظر میده تو این پرونده. در ضمن خب اصول عدالت هم همیشه مد نظر من بود. برای مثال یه روز یه درجه داری که وظیفه‌اش انجام نده بود کشتی، من داد و بیداد کردم و اینم برگشت جواب منو داد که من بلافاصله فرستادم زندان و تقاضای دادگاه براش کردم. 3 سال زندانی براش میشد و خودم هم دادستان بودم. بعدن خب رفتم، بعدن که پرونده به جریان افتاد اینا، خب من فکر کردم که کی مقصر این وسط، من یا اون درجه دار؟ آیا من فکر کردم اون درجه دار صبح مسئله خانوادگی داشته، مریض بوده، بچهش مریض بوده، همینطوری خب من وقتی بی جهت نه با جهت، ولی وقتی داد و فریاد کردم خب اونم از کوره در رفت و بازم مسئول کیست اینا. نتیجه که گرفتم این شد من نمیبایستی اینطور عمل میکردم و یه نامه دوازده برداشتم به بازپرس نوشتم و دادستانی که در اون واقع من به نظرم من مقصرم. اولا من از هر نوع ادعایی اگه دارم میگذرم و البته از نظر مسائل ارتشی اینو خوب پرچ. بعدن البته اون درجدار تبره شد، اینم مثل تقریبا توپ در نیروی دریایی صدا کرد، چون بازم اون کادری که با هم بزرگ شده بودیم، اون ملوانا و اینا، همه عملا دیدن که یه نفر در اون مشاغل یه دفعه خودشو مقصر دونست در مقابل یه دونه درجدار جوان. البته مبارزه با فساد از همونجا ما دائم داشتیم. بعضی از فرماندار ما بودن مطلقا راجع به مسائل نبودن. مثلا این فرمانده ما داشتیم بعدن دریابان افخمی شد. با ناو ببر رفتیم هند، اون قبلا موقع من ناوبر بودم و در هند در مهمونی رسمی که نوشته بودن لباس سفید، مثلا ایشون لباس مشکی پوشید. یه هم مسائلی که به نظر من آبروریزی بود و دائم این گرفتاری و کلنجار رو ما با فرماندهانمون داشت. در سال بین سال 63 و 65 من اومدم آمریکا و فرمانده ناو نقدی شدم که یه فریگت بود، پترول فریگت از آمریکا می‌خواستی تحویل بگیریم. تقریبا اولین کشتی واحد بزرگی بود که از آمریکا می‌گرفتیم، واحد بزرگ رزمی. و این کشتی من فرمانده نقدی بودم، یه کشتی دیگه عیناً مشابهش بود به اسم بایندور و عطایی فرمانده اون بود. اختلاف بین دو تا کشتی تقریبا همه جای آمریکا همه میدونستن، حتی فلیت ترینینگ سنتر کاملا در جریان بود. کشتی عطایی مرکزی بود از لهو و لعب و
و در اغلب زنا تو اتاقا و از این صحبت ها کشتی ما، ضمن اینکه ما از نظر مراسم و مهمونی های دست کمی نداشتیم، خیلی هم آبرومند بود، ولی خب مرکزی بود در از انضباط و دیسپلین و کار. و نتیجتاً وقتی بعد از 2 ماه آموزش شدید رزمی در فلیت تریدینگ سنتر در نیوپورت که کشتی دائم تو دریاست و زیر حمله هواپیما زیر دریایی و یه تیم 25 نفری از فلیت تریدینگ سنتر رو کشتی دائم نمره میدن، اینا دستگاه از کار میندازن، حریق ایجاد میکنن که ببینن اعصاب اینا و اکشن ریاکشن هر کدوم از بالا به پایین چی چی هست، ما با نمره آوتستندینگ قبول شدیم که در نیرو دریای آمریکا هم زیاد نمیدن، خیلی من سخته، هر کشتی نمیگیره. و ناو بایندور گود یا پاسبل که خیلی درجه پایین بود قبول شد. و یه نامه فلیت ترینینگ سنتر نوشت، اون موقع کپتن سینوت فرماندهش بود، اولا سخنرانی کرده بود و گفته بود که If you want efficiency go and see نقدی به زیر دست داشت. بعدش هم نامه نوشت که ما به شما کانگرجولیت تبریک میگیم به علت عمل خارق العاده و علت یعنی پرسنال آوتستندینگ پرفورمنس از نظر انگلیسی. و این نامه رو من داشتم تا در این حوادث انقلاب خب همه چی از بین رفت، اینم جز اونم. نکته که اینجا میخوام من اشاره کنم اینه که در اون موقع فرمانده نیرو دریایی دریابود رسایی بود و رسایی به علت اینکه من از اول و با کارهای خلافش همیشه من مبارزه میکردم زیاد از من خوشش نمیومد، به عکس خب عطایی همیشه تملق ایناشو میگفت و اون موقع رسایی رفت به گزارش داد درست به عکس که ناو نقدی گود یا پسبل قبول شده و ناو بایندور آتستنده. البته این بعدن توسط یکی از افسرها که در رکن 3 نیرو در کار میکرد و دوست من بود به گوش من رسید و بالاخره از اون سیستم هایی از اون وضعیتی که هیچ وقت و هرگز نباید توی ارتشی باشه و تمام اینا. البته این کارهای خلاف رو میدیدم، من سعی میکردم در کار خودم این تصریب کنم و بی عدالتی نشه، حق کشی نشه، لیاقت لایقا بیان بالا، نالایقایی که چرب زبون و به اصطلاح چخان از نظر عوامی اینا هستن اینا پایین بمونن، برای اینکه خطرناکن اینا بیان بالا. بین سالهای 65 و 67 فرمانده گروه اون ناوا شدم که ناو نقوی و بایندر و کهنه و میلانیان 4 تا کشتی بود و در سال 67 تا 68 رفتم به United States Naval War College در نیوپورت رود آیلند و یک سال اونجا دوره دیدم و اون موقع من یه تزی نوشتم راجع به اهمیت خلیج فارس و اون موقع پیشنهاد کردم کشورهای غربی حداقل 3 تا 6 ماه ذخیره نفتی داشته باشه. سال 67 و یادمه در اون موقع بازم یه بحثای ما داشتیم راجع گاهی صحبت بحثای اسلامینا پیش می اومد که از این اسلام در مقابل کمونیسم که من اشاره میکردم اصولا در ایران نمیشه این فکر رو کرد. این صحبت ها با کی پیش می اومد؟ با کی پیش می اومد؟ در ما دروس سیاسی داشتیم، استادای ما یادمه در مورد دروس سیاسی اغلب از دانشگاه هاروارد می اومدن و بحثا و اینایی که میشد و در اینجاها بود که خب تو این بحثا پیش می اومد یا در سر کلاس یا به صورت سندیکت گروه ها، ما گروه 7-8 نفری بودیم. مثلا حقوق بین الملل ما پروفسور مکدوگل استاد من بود و یادم
سر میز میشستم، اون 8 نفر بودیم و اون موقع این صحبت رو من میکردم که اگر در پاکستان یا در افغانستان رو اسلام بشه تکیه کرد، در ایران نمیشه. اصلا ایرانی ها به اون صورت متعصب نیستن از نظر مذهب. ایرانی ها منتها مذهب رو به جای پالیتیک به کار میبرن، به جای سیاست به کار میبرن، که ممکنه یه دفعه مثل چاقوی دولبه باشه این کار. و در سال 68 به هر حال فارغ التحصیل شدم من و رفتم تهران و دانشگاه پدافند ملی. یه نفر میخواست برای بحث درباره مسائل استراتژی دریایی و راجب خلیج فارس و اقیانوس هند و اینا، و نیروی دریایی منو فرستاد. در مدت تقریبا 7-8 ماه من دانشگاه پدافند ملی اونجا درس میدادم و یادم یکی از سمینارهایی گذاشتم اون موقع در سال 68، خلیج فارس رو در 1980 چگونه میبینید از نظر سیاسی، نظامی و اقتصاد. و البته هیچ کسی پیشبینی نمیکرد 1980 به این روز بیفته. و یا یه روز یه سرهنگی بلند شد، من رجوع مسئله سیاسی هم، چون استراتژی با سیاسی نمیشه آدم جدا بکنه، بحث میکردم و روک هم صحبت میکردم، یه سرهنگی بلند شد گفت جناب ناخدا این حرف شما رو من قبول ندارم. گفتم چرا قبول ندارم؟ گفت من فقط نظامی هم، این حرفای سیاسی رو من نمیخوام بفهم، اصلا نمیخوام یاد بگیرم. گفتم اولا طرف من سرهنگ شما نیستید، من شما رو سپهبد الان میبینم، شما که توی مرسه اومدین برای اینکه در آینده مشاغل و درجات بالاتر بگیرید. روزی در فرماندهی عالی جنوب به شما نیروهای زمینی و هوایی دریایی میدن بگن دفاع کن، اون موقع باید بفهمی که چجوری باید دفاع کن. و من با کمال تأسف مجبورم الان فلسفه و اصول انقلاب ماستتونگ رو براتون درس بدم. زنگ زدم و گچ و تختا بردن و راجب ماستتونگ رو شروع کردیم بحث کرد. البته اینا خبرها میرفت بالا، ولی همه میدونستن که این روکه و چیزی نیست که من قایم بکنم. واقعا that was it و it had to be done. That was principle. Principle اون بود. یک افسر که به درجه بالا میرسه باید مسائل سیاسی بدونه. نباید دخالت کنه، ولی باید بدونه. ندونه همین میشه که شد. از اونجا منو فرستادن به انگلستان، فرمانده 4 تا ناوشکن موشکی که داشتن میساختن، سام و زال و رستم و فرامرز. و من رفتم در انگلیس، ولی بیش از 6 ماه نبودم، ما را احضار کردن به علت بی نظمی بی ترتیبی در نیروی دریایی که گویا پیش اومده بود و به گوش شاه فقید رسیده بود. شاه همه عمرای نیروی دریایی را بازنشسته کرد و افسرهای جوان رو گذاشت، که به نظرم در اینجا یک اشتباه ایشون متاسفانه کرده بود که میبایستی فرمانده نیروی دریایی رو بازنشسته میکردن که دریا بود رسایی. اگه میخواستن واقعا ریشه عوض بشه، ولی متاسفانه ایشون موندن. بعد ما دوباره کشمکش و اینا شروع شد. ایشون میخواستن یه روشای داشتن که قسمت سوء استفاده بود، قسمت های بی نظمی بود. یه روز به من یادمه به من گفتن که من رئیس ستادش شدم. گفتن آقا من از فلان اصلا خوشم نمیاد. گفتن تیمسار شما حق ندارین خوشتون بیاد، نه اون آدم لایق، حالا کوتوله است، بیریخته، عصبیه، به ما مربوط نیست. اون افسر لایقه و باید این وضعی شما و من خوشمون حق نداریم بیاد، و ارتش به ما هم چه اجازه نداده که از اینکه خوشمون میاد یا بعدمون بیاد. یا یه روز درباره طرح 5 ساله نیروی دریایی که کمی دیر شده بود، علتش این بود که خب زمان کم داده بود ستاد ارتش، ایشون گفتن که آقا یه چیزی تهیه کن بفرست بره دیگه. گفتم من نمیتونم، من رئیس ستادم، من چیز تعیین می‌کنم، باید اصولی باشه. تر 5 ساله پلنینگ پروگرامینگ باجتینگ سیستم بود، اینا واقعا نمی‌دونن چیه و چقدر این مسئله مطالعه می‌خواد که شما تمام اجزای تر رو باید در نظر بگیرید. منظورم که ما این مبارزه و همینطور ادامه داشت و
نیروی دریایی را در اونجا من در شغل رئیس ستادی ریورگانایز کردم، سازمانش عوض کردیم به کلی که برای اون بزرگ شدن آینده که در مد نظر بود. متاسفانه در سال متاسفانه در همین حدود سال 70 یا 71 بود که من برای یه سفری رفتم به ساردین ایتالیا برای آزمایش پرتاب موشک کشتی‌های ما که در اونجا بودن. وقتی برگشتم دیدم منو از فرماندهی از رئیس ستاد کل نیروی دریایی عوض کردن و فرمانده پایگاه بوشهر شدیم که مثلا 200 سرباز داشت. البته به علتی که با کارهای خلاف فرمانده وقت و معاونان و اینا من مخالفت داشت. از بوشهر من یه گزارش مفصلی تهیه کردم که اساس این گزارش به طور کلی آینده نفت دنیا بود و نیروی دریایی که ارتباطمون پیدا میکنه. این در سال 71 بود که من گزارش دادم، مستقیم فرستادم به توسط تیمسار ازاری به شاه فقید که نفت در سال 74 قیمتش چندین برابر میشه و اون موقع فقط اعلیحضرت فرصت خواهید داشت که هدفهای تاریختون رو ادامه بدید. ولی متاسفانه وضعیتی که در اون موقع پیش خواهد اومد از نظر نیروی دریایی و از نظر نیروی دریایی و مسئولیتی که نیروی دریایی خواهد داشت، نیروی دریایی چنین آمادگی رو امروز نداره و موقع هم نخواهد داشت. ایراداش هم این ایشون گویا خیلی اهمیت میدن به این گزارش، هیئتی تعیین کردن، هیئت‌ها اومدن و بازدید کردن همه جای نیروی دریایی و تمام گزارش من تایید شد. فرمانده وقت عوض شد و البته رفت به سمج سنا که به نظرم میبایستی شاید تو دادگاه میرفتن. بعد فرمانده نیروی دریایی عطایی شد که یک انتخاب خیلی غلطی بود. بعدها من یادم از من وقتی فرمانده نیروی دریایی شدم یه روز علازت از من پرسیدن این عطایی که خوب بود. گفتم خیر قربان، اینا از اون جنوب شروع کردن به چاپیدن تا وقتی اومدن تهران چاپیدن و فقط وسیع کردن. همون آدم ها را از خرمشهر آوردن به تهران. و ایشون گفتن عجب رکن دویی من دارم. همینطور. و من شدم فرمانده ناوگان. و رفتم جنوب. اون موقع مرکز ناوگان در خرمشهر بود، خرمشهر در رودخونه بود، اصلا جای نیرو دریایی نبود، اصلا انتخاب غلط بود از روز اول. و تا وارد شدم افسران جمع کردم، گفتم داوطلبین کسی با من میاد یا نه، 3 ماه دیگه ما در بندر عباس باید باشیم. در بندر عباس یک تونه خونه نبود، یه ستاد ساخته بودن که هنوز فقط استراکچر ساخته شده بود بدنش، ولی هنوز گچ و دیوار و سنده اصلا هیچی وجود نداشت. 3 ماه بعد من تمام ناوگان و بلند شدم رفتم بندر عباس، رو زمین نشستم و از اونجا شروع کردیم. یادمه با خودمون لوله کشی نفت کردیم، هر کاری که تصورش بشه، چون امکانات وجود نداره و می‌خواستیم خودمون به وجود بیاریم. در همون موقع من یادم هست که بورش گرب مال نیوزویک، سر ادیتور نیوزویک یک معروف خیلی، و اومد بندر عباس با من صحبت کرد و رفت و یه مقاله مفصلی نوشت که یه جملش من یادم این بود که در هفته گذشته موومنت انجام شد که در از نظر دنیا
این پنهان موندی موومنت و اون حرکت فرماندهی عالی نیروی دریایی ایران از خرمشهر به بندر عباس بود که در آینده فار ریچینگ استراتژیک افکت، تاثیر دوربرد استراتژیک خواهد داشت. و واقعا هم همین طور شد. ما در عرض چند سال بندر عباسی ساختیم که بزرگترین مانورایی رو هدایت میکرد. آخرین مانوری که یادم من در سنتو، نیروهای دریایی سنتو مامور مسئولش بودم، مسئول ادارش بودم، نزدیک 80 تا کشتی داشتیم، ناوهای هواپیمابر، 300 تا هواپیما، حدود 300 تا هلیکوپتر، تفنگدارای دریایی، پایگاه‌های هوایی بوشهر، شیراز، بندرعباس، چابهار، مسیرا، دیگو گارسیا و کراچی. یک همچون مانور عظیمی 15 روز ما از بندرعباس هدایت میکردیم قدم به قدم، و به طوری که دستورات عملیاتی که ما قبلا تعیین کرده میدادیم گاهی به چندین جلد بعضی ها مثلا بیش از یه اینچ و نیم دو اینچ قطر هر کدوم از این دستورات عملیاتی بود. در سال 76 به علت مسائلی که در نیروی دریایی پیش اومد و فرمانده و جانشین و تعدادی از معاونان اینا راه بالاخره به زندان افتادن به علت فساد که وجود داشت، و چندین بار من به فرمانده وقت دوستانه اخطار کردم و حتی یه دفعه یادم ایشون به شوخی برگشتن تو اتاق فرمانده وقت، جانشینم بود، من وقتی گفتم فلانی خیلی راجع به کار ستاد صحبت میشه، خیلی بی ترتیبی در مهندسی ما باید باشه، و ایشون گفتن هم چیزی نیست. و بعد یه دفعه با خنده برشون گفتن که دزدای بزرگ نمیگیرن. حالا تجسم بفرمایید، یکی از ارکان سگانه دفاع ملی مملکت، فرمانده نیرو با فرمانده ناوگان و یکی دیگه اونجا نشستن بحث درباره این مسئله. بالاخره من فرمانده نیروی دریایی شدم و شبانه ارتش و دزهاری منو برد به کاخ نیاورون و معرفی کرد به حضور حضرت مرحوم، و ایشون گفتن این بی‌نظمی ها و بی‌ترتیبی ها چی هست؟ منم عرض کردم خب قربان من نوشتم همه رو که مستقیم به شما دادم وجود داشت. گفتم بسیار خوب، من از این لحظه پاکسازی نیروی دریایی فرمانده اون رو به دست شما میدم. گفتم دو نوع کار من میتونم انجام، یکی اینکه انقلاب میتونم بکنم در نیروی دریایی، در عرض چند روز همه چی رو عوض میکنم، یکی اینکه آروم آروم عوض میکنم، کدومش مورد نظر علاست؟ ایشون گفتن آروم آروم بهتره. و البته اومدم و شروع کردیم به کارهایی که بایستی انجام بشه، توسعه تمام حوضچه ها، بندرگاه ها، پایگاه دریایی چابهار اساس کار بود به نظرم. ما نمیتونستیم بدون داشتن یه بندر روبروی اقیانوس هند یه قدرت نظامی در اون اقیانوس باشیم. مضافاً برای این که از نظر تجارتی اصولاً غلط بود مال تجاره بیاد 500 مایل طول خلیج فارس رو بره تا دم دهانه یه ماه معطل بشه، بعد بار دو ماه هم معطل بشه تو گمرک، بعد پیاده بشه با راهن بره تهران، از تهران بره خراسان، از خراسان بره کرمان مثلا، از کرمان بیاد مثلا در بلوچستان پخش بشه. غلط بود و میبایستی اصولاً بندرگاه چابهار که بندر طبیعی بود ساخته بشه. و تمام طرح‌ها، تمام قرارداد و ایناش در زمان فرمانده قبلی که به علت اینکه سوء استفاده کشف شد، یه صحبت در حدود 2300 میلیون دلار سوء استفاده بود، من همه را متوقف کردم. یک سال گذشت
مطالعه کردیم. بعد از یک سال اونی که قبل از من قبول شده بود سازمان برنامه پذیرفته بود 13.5 کاست پلاس، یعنی اگر 100 دلار هزینه کمپانی برانن رو تا امریکای انجام میداد 13 دلار رو نمیبستی بگیر. ما با اینا صحبت کردیم در یه سال اینو رسوندیم به در حدود 8 و اینجوری. بعد من یه تلگرافی زدم به رئیس برانن رو در امریکا که اگر تعهد میکنی قبول میکنی با همون قیمتی که پرزیدنت جانسون زمان پرزیدنت جانسون شما در ویتنام کار کردی، یعنی 4% کاست پلاس 4.5% کار بکنین، من این کار رو به شما میدم. این کار البته اولی 700 میلیون دلار بود، بعد به 5 میلیارد دلار ممکن بود ادامه پیدا کنه چون پایگاه های زیردریایی اینا بعدن میومد، وگرنه که متاسفانه شما آبروتون میره و من به شرکت به چیز بین‌المللی میذارم. ایشون پذیرفتن، جواب چله و پذیرفتن. و وقتی رفتم به شاه مرحوم گزارشتم گفت چگونه ممکنه هم چیزی 13.5% بشه 4؟ گفتم قربانو افسرا خوب صحبت کردن، خوب با اینا چونه زدن به اصطلاح خودمون. در ضمن میگم که تلگرافی هم من زدم و یه بلوفی بوده و گرفته. چابهار چون یک طرحی بود که آمریکایی‌ها می‌ساختن متأسفانه خیلی روش سرسرا شد، به طوری که حتی بعد از اینکه انقلاب پیروز شد 3 تیم از وزارت جنگ، از اداره ممیزی ارتش 3 تیم از تعداد سرهنگ اینا اومدن نیروی دریایی رو بازدید که از این چابهار رو اینا یه دزدی پیدا کنن. و در ضمن اینا انقلابیون معتقد بودن که هر کسی با شاه کار کرده بد بوده. و با کمال تأسف هم کلاس سابق من مدنی هم همچه عقیده ای داشت و البته در عمل خودش فهمید که اشتباهه و بعد از اینکه فرمونده بود یه رو سخنرانی میکنه میگه اونایی که قبل از من بودن حداقل آدمای درستی بودن، در حالی که اول این عقیده رو نداره. 3 تیم رفتن بعد گزارش دادن حتی به دادگاه انقلاب که اینا این کار تمیزه و چیزی پیدا نشد. و این وضعیت البته ادامه داشت تا اینکه دیگه سال انقلاب 79 پیش اومد و که بعداً در این باره مفصل صحبت خواهد شد. بعضی از نکاتی که ممکن اینجا از صحبت من افتاده باشه مسائلی است از قبیل مثلا پیاده شدن در جزایر خلیج فارس. ما در خلیج فارس در طول این 25 سالی که من عملا در دریا بودم و به عنوان فرمانده ناو گروه ها ناوگان اینا و در طول این مدت نبود عملیاتی که من در خط جلو نباشم. جزیره فارسی را رفتیم، پیاده شدیم، گرفتیم. 12 مایل پایین تر جزیره عربی بود که از منصف خلیج فارس اون طرف تر بود و مال عربستان سعودی بود اون موقع، الان هم هست. و رفتیم اونجا با توپخانه زدیم، بعد پیاده شدیم، در حدود 100 نفر از سرباز عربستان سعودی اسیر کردیم. و چه سالی آقا؟ سال 36 ایرونی بود به نظرم، اون موقع من فرمانده ناوچه کیوان بودم. 1336؟ 36 به نظرم همین حدودا بود. و حدود 100 نفر اسیر کردیم. عکس و ایناشو من داشتم، با این عکس گرفته بودیم. متاسفانه بعد از یک سال شاه فقید رفتن به عربستان سعودی و حالا سیاست بود ایشون جزیره را پس دادن و روزی که ما می‌خواستیم جزیره را تخلیه کنیم سربازا گریه می‌کردن، ملوانا و حاضر نبودن تخلیه کنیم. البته پس دادن اون جزیره عملاً فلات قاره ما را کم کرد، عملا نصف خلیج فارس رو داد به پایین و مخصوصا بزرگترین اشتباهی که به نظر ما کردیم در مورد بحرین بود. بحرین رو وقتی ما از دست دادیم، یعنی نصف خلیج فارس رو دادیم، تنها بحرین نبود، تمام فلات قاره بود، تمام نفتش بود، ماهیاش بود و در آینده معلوم چه چیزای دیگه باشه.
سیادتش بود، ما عملا از دست دادیم. البته شاه مرحوم دلایلی هم خودشون داشتن و چون احساس کردن که افسران نیروی دریایی ناراحتن، اون موقع که من رئیس ستاد بودم اومدن نیروی دریایی سخنرانی کردن و گفتن که ما مجبور بودیم، زمان اون زمان نیست، هند و انگلیس از دست داد، الجزیره رو فرانسه از دست داد، ما نمیتونیم این اداره نگه داریم، سر هر کوچه سربازای ما رو اونجا میکشتن اگه باز بشه. ولی خب به نظر من درست نبود، به دلیل اینکه اون انتخابی هم که اونجا انتخابات به رأی عمومی مراجعه کردن، همه ما میدونیم چیز قلابی بود، اصلا به رأی عمومی رفتن، چهار تا کلاب از اعضای کلاب پرسید شما میخواین چیکار کنین، قبلا هم به اونا گفته بودن بگین شیخ سلمان رو میخواییم. بعد یه جزیره سری بود، جزیره قشنگی بود و حتی چیزای زیر معادن اینا هم احتمالاً داشت، فلزات اینا که من بعدم بردم دانشگاه تهران. من پیشنهاد کردم در این جزیره پیاده شیم، بالاخره خودم رو مأمور کردم پیاده شم و رفتیم پیاده شدیم و جزیره رو گرفتیم. بعد سه تا جزیره استراتژیک توم با ابو موسا و تنبه بزرگ و تنبه کوچه ابو موسا بود. در اون موقع من معاون عملیاتی نیروی دریایی بودم که بلافاصله بعد از ریاست ستاد که ری ارگانایز کردی من معاون عملیاتی بودم، فرمونده قسمتی شدم که در دوتا تنبه بایستی نیرو پیاده بشه. عطایی فرمونده اون موقع ناوگان بود و ابو موسا رفت. ابو موسا مسائل با صلح و صفا خاتمه بداشت، روبوسی بود اونجا، برادر اون شیخ اومد و با عطایی و دست دادن و از این صحبت. قبلا من به عنوان معاون عملیاتی طرح دقیق پیاده شدن در این سه جزیره تهیه کرده بودم، ولی پس از اینکه صحبت این شد که قضیه با مسالمه باید انجام بشه، خب ما طرح رو عوض کردیم، ولی بازم اصول طرح میبایستی اجرا بشه و ساعت 6 صبح روزی که الان تاریخش درست یادم نیست، من فرمونده چندین کشتی و تعدادی هاورکرافت و هلیکوپتر تفنگدارای دریایی رو من پیاده کردم در جزیره. قبلا در بندر عباس، در کوههای اطراف بندر عباس که شبیه ابو موسا و توم بود، همه نوع تمرینا رو ما کرده بودیم. 6 صبح اول وقتی پیاده شدن، هلیکوپترای ما بلند شدن و برگه های ریختن که تسلیم بشن، برای اینکه در مقابل یه نیروی خیلی سوپریور کاری نمیتونن بکنن. مدافعان تعدادی شرطهای رسول خیمه بودن مثلا. سربازه ما شروع کردن به جلو رفتن و متاسفانه بی احتیاطی میکنن، یعنی بی احتیاطی هم تقصیر سرباز نبود، تقصیر افسرشون بود. اصول پیاده شدن نیروها، پیاده کردن نیروی، اصولی داره که قد خیلی چیز ظریفی و قدم به قدم، هم از اینکه کوچیک یا بزرگ باشه باید رعایت بشه، که از قبیل اینکه نیروی پیاده شنده با ناو سرفرمانده در ارتباط باشه، پشتیبانی توپخانه دریایی هر آن به آن بتونه عملی بشه، از این مسائل. متاسفانه در اون موقع بازم دریاباد رسایی به جای اینکه یک افسر لایق و فرمانده نیروی پیاده شنده بذاره، یه سرهنگ سهولتی بود مال ضد اطلاعات. ضد اطلاعات با ایشون بالاخره یه تفاهمی دو هم داشتن در مورد مسائل مالی و اینا. نتیجتا اینشه چون سرهنگ سهولتی، چون رستش مهندسی بود و نمیتونست سرتیب بشه، محل نبود، ایشون رو گذاشتن فرمونده نیروی پیاده شونده که اصلا اطلاعی از مسائل نداشت، برای اینکه بعداً گزارش بشه که در عملیات نظامی بوده، فرمانده بوده، جزیره رو گرفته، ایشون بتونن سرتیپ بشن. نتیجتاً ایشون هم دستورات اصلا بلد نشاید، دستورات نخونده بود اصلا، دستورات عملیاتی که ما داده بودیم. و این سربازا مثل اینکه دارن تفریح میرن، تفنگا رو روشونشون گذاشتن، اون رو افتادن طرف شورت خونه. نتیجتاً از رسول خیمه دستور مقاومت میدن، اینا شروع میکنن با تفنگای اتوماتیک و مسلسل تیراندازی کردن و متاسفانه ما اونجا به نظرم 3 نفر کشته دادیم.
یکی سروان سوزنی بود، شب قبل اومد رو ناو پیش من، مثل اینکه بهش الهام شده بود میمیره و گفت که شما کی ما رو تخلیه میکنه از این جزیره؟ گفتم سر دو ماه. گفت قبلا هم ما تو این جزایر بودیم، هی به ما گفتن دو ماه و ماها طول کشید. گفتم نه، حرف من همون است که سر دو ماه مطمئن باشید. بعد ایشون بازم مون. گفتم خب بازم اشکالی هست، چیزی هست؟ ساکت بود، هیچ نگو، همونطور ساکت خبرداریش بود. بالاخره رفت شب تا صبح، مثل این که نماز میخونده اینا، و صبح شهید شد. جلو چشمم بود، من در 600 یاردی بودم و اول رو زانو افتاد و بعد دراز شد دیگه رو زانو. البته ما میتونستیم اون شورت خونه رو دودش بدیم با توپخانه، پوینت بلانک، خط مستقیم، ولی نمیتونستیم، برای اینکه این نیروی پیاده شونده رعایت نکرده بود، همینطوری راه افتاده بود رفته بود، در حالی که این تاکتیک داره، تاکتیک های نیروی زمینی و تفنگدار دریایی باید به کار در این پیش رفت. البته بعدا من جز به یکی از گروه بعدا خب انتقادایم در ایران شد که چگونه یه نیروی اینجوری پیاده شد و مثلا تلفات داد. حقم داشتن، ما نمیستی تلفات بدیم. اون موقع خب نمیشد ما چیزی بگیم و بیمی گفتیم نیرو دریایی میخوابی، یعنی در نیرو دریایی اینو میخوابوندن. ولی در اون تابستونی که من در بوشهر بودم، جزو گزارشم نمونه از بی‌نظمی های نیروی دریایی رو تومبو من به علازت گزارش دادم که این بود که اون سه نفر کشته شد، اگر نه دلیل نداشت کسی کشته شد. ما دودش میدادیم، اون چیزا چیزی نبود که، شورت خونه بود، یه ساختمون. یکی از چیزایی که خیلی مورد نظر من بود تشکیل دو تا نیرو بود، نیروی زیر دریایی و نیروی تفنگدار پیاده شون، تفنگدار متخصص مثل مارینای آمریکا و انگلیس، رویل مارین. درباره نیروی زیر دریایی من با ادمیرال کراچمر که قهرمان جنگ دوم زیردریای آلمانی بود و شاید در حدود 2 میلیون تن کشتی غرق کرده بود، چندین روز بحث کردم در بندر عباس در مورد اینکه چگونه در اقیانوس هند و در ما بتونیم فعالیت نظامی زیردریایی داشته باشیم، و نتایجی گرفتیم که تقریبا از روی اون نتایج من شروع کردم بعد. و تشکیل نیروی زیردریایی آدما فوق العاده که این سازمان کاملا متفاوته، کاملا فرق میکنه با نیروی سطحی، بسیار دیسیپلین شدید میخواد، تخصص میخواد. و من اولین 3 تا زیردریای اول از آمریکا گرفتیم، زیردریای بعدی رو از نوع الان یادم نیست، آلمانی گرفتیم و این زیردریای نمونه زیردریایی بود که در جنگ فالکلند آرژانتین یه از اینا یه دونه داشت، داخل ناوگان انگلیس شد، یعنی زیردریایی بود که تشخیصش خیلی مشکل بود، نمیشد دیتکتش کرد، فهمید. و ضمن اینکه این زیردریای ما موشکای روش میذاشتیم، هارپون از آمریکا برای کشتی‌های سطحی ما گرفته بودیم، 3-4 ماه قبل از انقلاب آزمایش کردیم در اقیانوس هند هارپون‌های سطحیمون رو، افسرهای نیروی دریایی ترکیه و اینا با ما بودن که اومده بودن یاد بگیرن، اسرائیل هم بعدن میبایستی بگیره تازه، و ما موفقانه کشتی را هدف قرار دادیم. متاسفانه با تمام دقتی که کردیم که شوروی ها نبینن و اعلان بین‌المللی هم نداده بودیم، شوروی ها بالا سر ما و در تو دریا بودن و از همه چی فیلم برداری کرد. البته بعدن نوشته بودن اینا خیلی ورزیدن تو مجلاش دیگه. در این نیروی زیردریایی که نظر من بود در حدود اول 24 تا میشد این نیروی زیردریایی، موشک‌ها همین هارپون ورژن زیردریاییش در سیرجان میبایستی ساخته بشه. در این مورد با اسرائیلی‌ها ما همکاری داشتیم، من با ادمیرال برکای صحبت کردم،
همون تابستان انقلاب ادمیرال برکای فرمانده نیروی اسرائیل مهمون من بود و صحبت کردیم که این توافق رو کردیم که ما برای آینده این زیردریایی هارپونا رو دوگانه بسازیم در ایران، اون وقت ما به اون نام بدیم اگه میخوان. اجدرش اجدر مارک چلش آخرین اجدر در خط نیروی دریای آمریکا بود که حتی بر علیه زیردریای اتمی میتونست به کار بره. از نظر سیفتی سه نوع سیفتی من برای این گذاشتم، چون آبهای اقیانوس هند عمیقه و نجات پیدا کردن خیلی مشکل. سه نوع سیفتی بود که ملوانای ما بی جهت از بین نرن و یا روحیشون رو از دست ندن. و روزی که شاید در حدود چهار پنج ماه پیش از انقلاب بود، اولین زیردری رو در آمریکا ما تحویل گرفتیم. شاید اون روز بهترین روز زندگی من بود، چون من میدونستم دیگه به ما کسی زیردریایی نخواهد داد اگه یه روزی اگه اینا رو ندیم. زیردریای سلاح تهاجمیه و نمیدن به یه کشوری که پتانسیل داره و یاد میگیره، بلد این چیزا رو میتونه به کار ببره. انقلاب که اومد، خب این زیردریا رو تیمسار مدنی و اینا پس دادن. اینا مثل به نظرم مف پس دادن همه این زیردریا رو. زیردریایی که با پرچم ایران بود، با ملوانای ما بود. به خود آمریکا گفتن نمیخواد. خیلی ساده. تمام پولا تقریبا به نظرم همش از بین رفت. و درباره زیردریای آلمانی اون طباطبایی، صادق طباطبایی رفت آلمان گفت ما نمیخوایم، ما تراکتور میخوایم. تنها یک نفر از جمهوری اسلامی عقل داشت و اون رینگو دیوانه بود. رینگو اومد گفت طباطبایی فلان خورده که برداشته زیردریایی را بخشیده و تراکتور میخواد. به ما تراکتور همیشه خواهند داد ولی دیگه به ما زیردریایی نخواهند داد. اون رینگوی دیوانه که کشته شد، پسر همین منتظری، ولی اون این حرف رو زد. یعنی تنها مغز اون بود که اقلا تو اینا این شعور رو داشت. بقیه تراکتور میخواستن. عوام فریبی. حالا این زیردریا ممکنه این تصور پیش بیاد که ما این زیردریایی رو مگه پول مفت پیدا کرده بودیم. نه، ما از آمریکا کشتی‌های اسپرونس کلاس رو گرفته بودیم. قبل از من گرفته بودن 6 تا، دونه‌ای 500 میلیون دلار. من این همین کشتی، کوچکتر از اون کشتی ولی با همون سلاح‌ها، ناوشکن‌های نیتو که در آلمان و هلند ساخته می‌شد، با اینا رفتم صحبت کردم، دونش 55 میلیون دلار. فقط مجاز 1/10 قیمت ولی با همون سلاح‌ها، با همون قدرت آتش. مونتا اون قرار داد دیگه طول کشید، زبونهای کامپیوتر نمیخوند و میباستی کامپیوتر لنگویج با هم بخونه که تمام کشتی ها با هم دیگه مثل نیتو اشکال بینی کشتی های نیتو و آمریکایی نباشه، یعنی اروپای آمریکایی نباشه که گیت شیف گذاشتن اون وسط. و اعلی حضرت فشار می آوردن فرمانده نیروی دریایی رو امضا نمی کنه. و در همین روزا من دیدم که چند نفر افسر رئیس طرح اومد پیش من نیروی دریایی، گفت که تیمسار فلانی و فلانی دو نفر مال کارخانه های کشتی سازی و با یه نفر ایرانی که در این لحظه نمیخوام اسمشو بگم اومدن و میگن که خلاصه ایشون گفتن که دیدم میگفتم چی میخوای بگی، گفت میگن که این قرارداد دو بیلیون دلار 2 میلیارد 10%شو با کجا به حساب بذاریم؟ ما 10% آماده هستیم. فکر میکردم من از اینا پول میخوام، هی امضا نمیکنم با اون که شاه هم فشار میاد. ما البته با افسر خیلی دعوا کردم. الان ایشون استاد یکی از دانشگاه ها در اینجاست و تقاضا کردم که برم علازت ببینم. رفتم گفتم قربان به این دلیل من امضا نمیکنم. پشت سر این چیزا هزار نوع کثافت کاری و در ضمن زبان لنگویج کامپیوتر نمیخونه. تا این نخونه این اون ارزش جنگی که ما میخوایم نمیتونه داشته باشه، ولی میتونیم درست کنیم کمی زمان. البته دیگه انقلاب شد این اون نشد. این از این زیردریایی دونه حدود 50 میلیون دلار، در حالی که یک سلاح تهاجمی بود، ضمناً موشک هارپون که 60 مایل برد داشت سطحش، ما در سیرجان میبردیم و قرار بود به 300 مایل برسونیم، یه استیجای اضافه میکرد. یعنی این یه فورس استراتژیک هم میشد.
برای مثال وام ایستاد در 300 مایلی فلان بندر، حتی میتونست بره دریای سیاه وایسته در مثلا 200 مایلی سواستوپول ورز کن از زیرا بزنه. یعنی واقعا یه نیروی کوچیک استراتژیکی هم بود، یه دترنس هم به هر حال بود، نیروی بازدارنده هم بود، ولی و قیمت کم تو هر زیردری 25 نفر. یک مسئله مهم دیگه من یادم اینجا پیش میاد، اون موقع من فرمانده نیرو دریایی بودم، برده بودن ستاد و به عرض شاه رسونده بودن که ارتش ایران تا سال 84 بشه نیروی زمینی 1 میلیون نفر، هوایی مثلا حدود 150-200 هزار نفر، نیروی دریایی هم 70 هزار یا هرچی میخواد. من یادم یه جلسه بود، لوسی بنسون معاون وزارت خارجه آمریکا، خانم بنسون اومده بود تهران، یه مهمونی بود تو باشگاه گارد. من اونجا با تیمسار ازهاری و مرحوم اویسی بحث داشتم، گفتم تیمسار آخه این ارتش رو مگه کدوم پول میخواد اینو تجهیز کنه؟ گفتن نه، نظر شخص علازته، چون ایران وسیعه، اگر یه قسمت مورد حمله قرار بگیره ارتش نمیتونه جای دیگه به کمکش بره، بنابراین علازت اینجوری تشخیص دادن. البته خود اینا گزارش داده بودن، ستاد گزارش داد که 4 تا ارتش در 4 نقطه به وجود بیاد که اگر از هر طرف ایران مورد حمله قرار گیره دفاع. گفتم تیم سار میدونین 2 برابر پول نفت، 3 برابر پول نفت هم جواب اون ارتش رو نخواهد داد، اون وقت برای مملکت میخوان چیکار کن؟ گفتن تصویب شد و این. گفتم شما چرا نمیخواین ملت رو تجهیز کنی؟ چرا سیتیزن آرمی نمیخواین به وجود بیاری؟ گفتم اگه میخواین من یه گزارش تخصصم نیست و گزارشی تهیه کنم، چون خوندم راجع به دفاع چین، یوگسلاوی، اسرائیل و سوئد، اینو مخلوط اینا برای ایران خوب میتونه عملی باشه، مخصوصا شاید یوگسلاوی، و چرا ما ملت رو مسلح نکنیم که با یه شیپور 5 میلیون آزاد کنیم، خرج هم نداشته باشه. ارتش استندینگ ما 200 هزار کافیه، 235 هزار کافیه. من نیروی دری 70 هزار نمیخوام، 25 هزار نفر گزارش خواهم داد، من 25 هزار نفر میخوام. و من رفتم تو نیروی زیردریه و کشتی های یه کمی کوچکتر و یه تعداد خیلی محدود کشتی های بزرگ برای اقیانوس. و به هر حال این دیگه، اینم اوضاع عوض شد و دیگه به اون مراحل نکشید. و منظور من که این تجزیه تحلیلایی که در ستاد ارتش میشد، متاسفانه بیشتر بعضی موقع اینا فکر درجه و مقام ها و اینی که محلای ارتش و ارتش بودی اینا به وجود بیاد، یکی درجه بیشتر روی این صحبت ها و بزرگ کردن سازمان بودن که اصلا خطرناکه برای ارتش های جدید، هرچی بزرگتر باشه نمیتونه به جنگه، این باید یونیت های کوچیک باشه، تیپ های کوچیک که بتونه خیلی سریع عمل کنه در جبهه جنگ. نیروی دریایی که خب بازم به همون طریق من رفتم تو نیروی زیر دریایی، یکی هم تکاورهای دریایی، تفنگدار دریایی. ما روزی که انقلاب شد 5 گردان مجهز تفنگدار دریایی داشت، گردان و معرکه بودن و در ایران هم سربازهایی وجود نداشتن. برای مثال میخوام بگم از نیروی تکاور زمینی یه روزی استواری اومد و با اینا بحثش میشه، میگه بریم مسابقه 2 بدیم، با این تکاورهای ما راه میفتن میرن 2. البته استواری بیچاره اون وسط استوار جوان بود، مثلا زیر 30 سال بود، سکته کرد مرد. اینا هنوز داره ادامه میدادن. یا اینکه در این حوادث بعد از انقلاب، من با پاریس یه روز گفتم یکی جز واحدایی که با خمینی می جنگیدن تفنگچی‌ها، یکی از اون تکاورهای دریای ما بودن که 8 تا پاسدار کشته بودن، فرار کرده بودن، این تونسته بود در بره و ترکیه بود و بعدن هم من فرستادمش آلمان و پاریس. یه روز اینو خواستم، تلفن میکنن میگن که بیا پاریس و اینا، آیا ویزا و اینا داری؟ میگه نه من همه چی دارم. 2 روز بعد اومد پاریس. گفتیم خب از با کدوم فرودگاه چجوری اومدی اینا، چرا خبر نکردی تلفن؟ گفت نه من از کوها را افتادم اومدم، من از همین کوها برمیگردم به آلمان. گفت من تکاور دریام. در ترکیه هم اینا این کار رو میکردن، تو مرز بدون اجازه مقامات ترکیه ما صدها نفر رو میفرستادیم میامن.
و به طوری که ترک‌ها عصبانیتشون همین بود، در مرز این افسرهای ما را اذیت میکردن سر همین. خود مقامات مرکزی زیاد چیز نبودن، خیلی کمک بودن، ولی مقامات محلی عصبانی میشدن، چرا اینا از زیر دست اینا در میرن و اینا نمیبینن، اینا چه نوع سربازایی که اینا اونا رو نمیبینن. واقعا معرکه بودن تا برای دریا. و اینم اضافه بکنم که در حوادث حمله عراق، هجوم عراق به ایران، مدافعان آبادان و خرمشهر خط اصلی و اولیش تکاورای نیروی دریایی بود و اینا بلای سر عراق آوردن که همه دید. اونجا گورستان عراقی ها شد و شهر هم شد شهر استالینگراد و هنوز هم دست ایران. کاری من با خمینی خیانتکار اینا ندارم، ولی تفنگدارای دریایی و تقریبا همشون هم کشته شدن. نیروی SPS ما در تمام بریتانیا شد 40 تا SPS نیست، ما 25 تا داشتیم. SPS یعنی اسپیشل بوت، همه کار بلدن. این دیگه دقیقاً معنی چی سا؟ SPS اسپیشل بوت سرویسز یه هم چیزی، و اینا به حدی ورزیدن که اصلا کاری نیست اینا نکنن. اینا دیگه نامبرن. در نیروی در انگلیس شاید 40 تا از اینا نباشه. ما 25 تا با کمک نیروی در انگلیس، سازمان ما هم انگلیسی بود از نظر تکاورای دریایی. چون آمریکا تفنگداراش هم سنگین بود، هم آموزش انگلیسی به ما بیشتر میخورد برای این کارهایی که ما در نظر داریم. و 25 تا از اونا داخل هاورکرافت هواپیمای خودمون زده، همه رو کشت در اون حوادث جنگ. منظور اون که این تکاورهای ما تقریبا همشون از بین رفتن، ولی آبادان و خرمشهر دست ایران باقی موند. دیگرم در موقعی که من فرمانده ناوگان بودم، مسائل ظفار مطرح بود. خب ارتش ایران اونجا عملیات داشت، اون اوائل فقط سلاله و مسقط در دست سلطان بود. ارتش ایران رفت و خوب عمل کرد. بعد در مرحله حمله نهایی توپخانه‌های زمینی نمیتونست دشمنو بزنه. لاجرم اینا فکر کرده هواپیمام نمیتونست، داخل کوها در این وضع زوایایی بود که نمیشد. لاجرم اینا فکر کردن شاید از نیروی دریایی کمک گرفته بشه و به ما گفتن. ما رفتیم و بررسی کردیم، خود من رفتم ظفار و اینا و تمام مناطق رفتم دیدم و در خلاصه دستورات این همه تعیین شد. بعد اینکه برگشتم ایران، ناوگان در دریا موند. با هواپیما رفتم مسقط، از اونجا مثل اینکه با هلیکوپتر اینا رفتم سلاله، از سلاله با هلیکوپتر رفتم کشتی وسط دریا و 6 صبح بمباران دریایی ما شروع شد رو مواضع دشمن. کوههای شرشتی 18 کیلومتر این لند بود داخل و ما هلیکوپترها رو گذاشتیم بالا. افسر توپخانه نیروی زمینی ما که در زمین بود داخل هلیکوپتر بود و افسر توپخانه دیده‌ور تفنگدار دریایی ما هم داخل هلیکوپتر و توپخانه هم اتوماتیک تیراندازی می‌کردن، کنترل از داخل هلیکوپتر. تمام مواضع دشمن منهدم به کلی داخل کوها، در کوهای شرشیتی اینا تو غارها لوبیا میکاشتن که تغذیه بشن. این چریکا مثل آهو عضله داشتن که از این کوها میرفتن بالا. مهمات اینا رو شترها بدون آدم حمل میکرد، یعنی شتر وقتی حول بچه بوده، شتر به اصطلاح هنوز کوچیک بوده، اینو گرسنه نگه میداشتن. بعدم می بردن اون طرف تو ظفار، تو کوهای ظفار، اونجا بهش غذا می دادن و به عکس. نتیجتا بعد از یه شتر دیگه عادت میکنه. از مهمات اینا اصلاً می زاشتن روی شتر، روانه می کنه شتر از بالای کوها خودش می رفت، می رفت اون مقصد می رسید و غذاشو می خورد. یعنی یه همچه سیستم اینا داشتم. در اون بمباران شاید نزدیک 4000 گلوله ما در عرض چند ساعت ریخته بود سر اینا. زور جنرال پرکینز انگلیسی اومد تو کشتی من و گفت من فکر میکنم تا کوهای راستوک مرز یمن جنوب ما بتونیم بریم به جایی که خط اولو بگیم. گفتم خب تو هماهنگ کننده عملیات توی و به نظر من بله، دشمن که رو به هزیمته باید تعقیبش کرده، اصول اولیه. و همینم شد. اون روز نیروهای هلیکوپتر ما رفتن تمام و سلطان، البته از نیرو اصلی نیرو ما بود، رفتن کوههای رستوک رو گرفتن تا مرزی یمن جنوبی و
اون پیروزی خود نیروی زمینی ایران بعدن فرمانده اون واحدایی که در زمین بود سرلشکر شهید مطلق گفت که اگر نیروی دریایی نبود امکان نداشت این پیروزی به دست. یکی از حوادث دیگری که ما در اونجا داشتیم در عملیات اکتشافی، یکی از فانتومای ما در روی روح‌کوههای روستوک مورد هدف قرار میگیره و در دریا سقوط میکنه به وسیله شریکای زفار. شریکای زفار به وسیله یمن جنوبی. یمن جنوبی، بله یمن جنوبی، چون روح کوههای روستوک مرز یمن جنوبی و زفار. اونا یه چریک، یه نفر سرباز اومد خودشو به ارتش ایران معرفی کرد، گفت من پناهندم، هواپیمای شما افتاده کنار آب، دومش پیدار. اینا عملا فرستاده بودن به نظر من که بیاد و واحدای ما رو سوق بدن اون طرف و اینا بتونن یه هدفهای بزرگتری بدن، تلفات بیشتری به ما وارد کنن. شاه مرحوم دستور دادن که نیروی دریایی به قواسا و ایناش دستور بده برن برای تحقیقات. در ضمن هواپیما داخلش یه وسایل سری بود میبایستی از زیر دریا بیاد بیرون. من ناو ببر موشکی ما در اون منطقه بود، فورا سیگنال زدم که برو و تفنگدار دریایی نیروی قواس کماندو چیز فراگمنا را مردان قورباغه پیاده کن برن و این هواپیما، این دستگاه را از هواپیما در مرز روبروی بندر حف یمن جنوبی اینو بیرون بیرون. روز بعد گزارش رسید شبانه پیاده کردیم تا صبح اینا زیر آب و گشتن، اثر این هم چیزی نید. ما گزارش دادیم رئیس ستاد، وقتی به عرض میرسن علازت میگن که این قواس های ما فقط به درد رژه میخورن، برای رژه خوبه. البته متاسفانه منم کمی ناراحت شدم، همینو مخابره کردم به ناو که امر شاه اینه شما به درد رژه مگه میخورین؟ چیزی که مسلمه میگن دومش از آب پیدا، چجوری تو این همه مانورا شما این همه کار میکن چجوری نمیتونین پیدا کن؟ این بدبخت ها میرن 48 ساعت که گشتن بعد دوباره تلگراف دادن که هیچ اثری از این چیزا نیست. ما گزارش دادیم که عملا نیستم چیزی و منتها خود نواهدهای ما به تله نیفتادن چون خیلی خوب از زیر آب می رفتن دیگه، تو ساحل چیزی نمیتونستن کسی ببینه. بعدن عربستان سعودی واسطه شد با یمن جنوبی و قرار شد، علتش هم این بود که کشتی شوروی که برای این کار اختصاص داره سالوج شیپه و قبلا از ناو هواپیما رو آمریکا یه دونه F-14 تو آب افتاد و کشتی شوروی اون بغل بود اینو بتونه بیرون بیاره، همون کشتی در اون طرف ها اومد. یعنی فهمیده بودم فورا، یمن جنوبی گفته بود که هواپیما ایرانی سقوط کرد، اومده بود برای که سالوج اون تو ببینه چی داشتن. و عربستان سعودی هم این وسط افتاد و توافق شد که یک کشتی تجارتی ما بفرستیم با قواسای عادی که برن این رو مثلا در بیارن. من یکی از کشتی های شرکت آریا را که خودم رئیس هیئت مدیرش بودم فورا حرکت دادم با تیم قواس نیروی دریایی و یک سروان نیروی دریایی با لباس شخصی همه اینا. این سروان وقتی من رئیس ستاد بودم پرونده اینو شبات ستاد میخوندم دیدم نیروی دریایی فرانسه اکادمی فرانسه نوشته این جوان 18 ساله به اندازه مرد 40 ساله مغزش گسترش پیدا کرد و شاگرد اول اکادمی هم شد مال فرانسه. من اینو مأمور کردم، یه چیزی بود اصلا فوق العاده بود. بعدش هم فرمانده زیردریش من کردم و هدف من این بود که این به اصطلاح ادمیرال دونتس آینده ایران بشه، فرمانده ملکزاد، علی رضا ملکزاد. اصلا فانتاستیک، یه چیزی من تو پول فرمانده میپرسیدم میگفت بله تیمسار، یک این، دو این، سه، چهار، پنج، تمام اینا پیشنهاد ها، شیش، هفت، هشت، نه، همینطور. اینو من مأمور کردم چون میدونستم این آدم اینتلیجنتیه و میدونه چیکار.
و اینم میره اونجا زمان. اول میره رو کوها، کوهای رستاق، کشتی از طرف زفار میره. در کوهای رستاق با سربازا صحبت میکنه که مسئوله، که این هواپیما در کجا بود، چجوری تیر خورد. اینا میگن اینجا بود و اینقدر ارتفاعش اومد پایین. این همه اینا رو یادداشت میکنه. یه مسئله مثلثاتی بود، حل میکنه. به این نصیب میرسه که این 10 کیلومتر تو دریا افتاده، نه در ساحل، لبه ساحل، بلکه 10 کیلومتر وسط دریا. بعد اونجا هم عمق آب 200 پا بود که قواسی عمیق لازم بود. بالاخره اینم ترتیباتشو دادیم و اینا درست رفتن، درست در همین نقطه هواپیما رو پیدا کرد. 25 تقریبا در حدود شاید 20,000 تیکه هواپیما تیکه تیکه شده بود از زیر آب آوردن بیرون. خودنویس خلبان هم حتی آوردن با اون دستگاه سری، اینا رو ما آوردن بیرون. و اینم یکی از اون کیس هایی بود که ارتش ما، اداره دوم ارتش ما گول خورد به نظرم، که اونا یه نفر فرستاده بودن که اینجوری شاید واحدهای ما رو بکشن طرف بندر هوف، مخصوصا کشتی های ما رو، و هدف قرار بدن. و خوشبختانه با اون هوشی که اون افسر داشت این مسئله هواپیما در آبهای عربستان پس افتاد، در آبهای اقیانوس هند، در 10 کیلومتری ساحل یمن جنوبی بله. افتاده بود در عمق 200 پا که قواسی عمیق میخواد از اون کلاها و اینا میخواد بله. و درست رفتن، اینقدر این مسئله رو دقیق حل کرده بودن، صاف رفتن و روز رفتن نه هواپیما پخش شده زیرا. بعد یکی دیگه از فعالیت‌های من که به عنوان فرموده نیرو دریایی، رئیس کشتیرانی آریام بودم من و بیشتر اسمی بود، ولی من که شدم من دیگه مسئله اسمی نبود. و آریا، کشتیرانی آریا در نهایت فساد بود. آقایی به اسم شایگان مدیر عامل میلیون ها دزدی کرده بود اونجا که از حساب کتاب بیرون بود. و تا من رئیسی شدم شایگان فرار کرد، رفت به ایمانی که هند چی رفت و دیگه نیومد، چون میدونست که اینا از دست من سالم نمیتونم بیرون بود. و کشت اون موقع سال اول کشتی ها معطلی نداشتن، بار زیاد بود، 9 میلیون تومان سود بود. سال در عرض یک سال اول که من مسئول بودم، من همون 3 سال مسئول بودم، سال اول معطلی کشتی ها به 4 ماه رسید. 4 ماه یعنی 120 ضرب در 5000 دلار ضرر هر کشتی. و بار نصف شد، کشتی ها پر نمی اومدن. با تمام این تفاصیل آخر سال 300 میلیون تومان ما درآمد داشتیم، سود داشت. من رفتم به اعلیحضرت گزارش دادم، گفت چه جوری آخه؟ هیچی، من فقط ریورگانایز کردم از این شرکت انگلیسی دنم که این کارن کمک مقداری گرفتم و در ضمن جلو فساد رو گرفتم و هم شاهکاری نزدم، میخوردم. بعد سال برشم خیلی از شرکت ها، من جانب چند شرکت کشتیرانی ژاپنی ورشکست شدن، ما بازم 127 میلیون تومان سود داشتیم سال بعدشم. خیلی از شرکت ها، بدتر این سال روی شرکت های کشتیرانی. این شرکت دولتی نبود، سهامشو مردم داشتن، بانک ها داشتن اینا. و جلسه هیئت مدیره تشکیل می شد، به هیئت مدیره حقوق نمی گرفتن ولی پاداش آخر سال می دادن. معمولا مثلا 1 میلیون خورده آخر سال تقسیم شد پاداش بین اعضای هیئت مدیره. یه ده اون همین رؤسای همون بعضی از بانک‌هایی که سهامدار بودن و یه ده بودن. مثلا 2 سال اول برای منم که رئیس هیئت مدیره بودم یه چیزی در حدود مثلا 400 هزار تومان اینا پیش بینی بود. من با نامه این پولو برمیگردوندم به خود شرکت، من چون از نیرو در حقوق میگیرم احتیاج ندارم و برمیگردم. سال سوم به شاه مرحوم گزارش میدادم، گفتم ضمناً اینقدر و 1 میلیون و اینقدر ما برای هیئت مدیره به علت این همه سود، یعنی ما نه، مجمع عمومی برای هیئت مدیره در نظر گرفته و
این اجازه فرمایید که پرداخت بشه. در ضمن خود منم 400 هزار تومان در نظر گرفتن که عیناً مثل هر سال برمیاد. حالا از 30 دفعه متعرض گفت چرا برمیگرده؟ تام خواستم نیرو در حقوق میگیرم، احتیاج نیست. احتیاج نداره. البته احتیاج خیلی هم داشتم، بدهکاری بود، خونه کوچیک خریده بودم، بدهکار به بانک بود. گفت این پول ها جنبه بد ندارد که از اون استنکاف بکنید. من دیگه امر شاه بود و حالا دیگه چونه زدن نمیشد در جلو شاه و هیچه بهتر از این. من این امر شاه رو دادم به کشتیرانی و اون پول رو قبول کردم. قبول کردم بدهیم به بانک ایران ژاپن. آقای سلمان پور بود، اون کمک کرده بود، وام داده بود. نمیتونستم بدم، دادم خوشبختانه و بالاخره همه چی هم که رفت، مسئله نیست. بعدن بعد از انقلاب تنها چیزی که بر علیه من مدرک بود یکی اون یه دونه پاداش بود که دو سه تاشو رد کرده بودم، عیناً به خود شرکت برگردونده بودم. یکی این بود که چرا معلمین رو وادار به شکستن اعتصاب کرده، در حالی که من با منطق اینا رو وادار کردم اعتصاب شکنم. 500 هزار معلم، همین دوتا بر علیه من تو فرمانده داشتن که به من یکی از اونها که از داخل کمیته بود گفته بود، گویا یعنی قوم بایی قوم خیش ما آشنا بوده، گفته بود فرمانده فلانی زیر دست من. البته راجب اون کشتی آمریکایی که گفتم که سپرونزای 963 شیشتا بود، من شیشتا را به چهار، هشتا را به چهار تا تقلیل دادم، یعنی در حدود 2 میلیارد دلار ما این وسط سوش برای اینکه اون پولای زیر دریایی رو بتونم بدم. و یه چیزی هم که اینجا جالب هست اینه که در بایسنتنیال آمریکا ما دعوت داشتیم، رو ناو هواپیمابر بود، اون موقع پرزیدنت فورد بود اومد و سخنرانی هم کرد. من از اون یادم هست، اون کشتی ها تال شیپ ها رجه میرفتن اینا. در اونجا فرمانده نیروی در عربستان سعودی کپتن اسجا که قبلا دانشگاه جنگ دریایی بوده، من اونجا آشنا شدم باش و گفتم که ما باید دفاع خلیج فارس رو با هم عهده‌دار بشیم، ولی راستش ما در وهله اول نیروی مینجم کن میخواییم و ایران الان اینقدر در این طرح‌های بزرگ نظامی هست که راستش ما پول نداریم. آیا تو میتونی ترتیب بدی که ما مشترکاً یه 24 تا از این کشتی ها 20 تا 18 تا بخریم، پولشو شما بدیم ولی فرماندهیش بین ما عوض بشه و ما تمام تکنیکو به شما هم یاد میدیم، یه سال ما فرمانده میشیم 18 سال شما؟ خیلی استقبال کرد. بعد گفتم من تو رو دعوت میکنم و بیا و در این باره صحبت کنیم. البته رفتم وقتی به علازت گزارش دادم، ایشون گفتن مگر ایشون ادمیرالن؟ گفتم خیر قربان، ولی فرمانده نیروی در عربستان سعودی و اینو پول دارن و ما این در حدود شاید 2-3 میلیارد دلار پول باشه این وسط. فرمانده هم همیشه از ما، چون اینا تخصص این کارا رو ندارن، اسمن ممکن از اونا باشه ولی خب رسما دست ما هستیم. واسه نپذیرفت. و یه چیز دیگه، من برای پایگاه‌های نیروی زیردریایی آینده ایران مجمع الجزایر سیشل رو انتخاب کرده بودم علاوه بر چابهار، سیشل در اقیانوس هند. کشتی‌های ما مرتب می‌رفتن سیشل و آخرین بار که یادم، آخرین بار نه، ما قبل آخر بود، اومدن گزارش دادن در سیشل، چون اینا رو رئیس جمهور معمولاً دعوت می‌کرد تو مهمونی اینا فرمونده، گزارش دادن در سیشل رابرت منچام که یک پلی بوی هست و رئیس اونجاست، چون هر دفعه عکسشو می‌ذاختم با چند تا دختر و اینا، این به عنوان گاورنر اونجا بود، بسیار گاورنر رئیس جمهور هر جمهور. این حتما سقوط میکنه و آلبرت رنه سوسیالیست جاشو میگیره. من گزارش دادیم، یک هفته بعد سقوط کرد، درست یک هفته. و خب خیلی جالب بود برای اعلیحضرت که افسرهای ما اینقدر قشنگ چیز میکنن. درباره سقوط بوتو در پاکستان کشتی‌های ما گزارش دادن بوتو احتمالا سقوط میکنه و مارشال اصغرخان احتمالا جاشو میگیره. اولیشو درست برآورد کردن، دومیشو خب کم اشتباه. منظور که ما با سیشل رابطه خیلی خوبی داشتیم.
آخرین تاسک گروهی که من اونجا فرستادم فرماندهش ناخدا مینوی بود. ناخدا مینوی رو شب دعوت میکنن در مهمونی رئیس جمهور آلبرت رنه و رئیس جمهور خودش میگه یا پیغام میفرسته که به اعلیحضرت بگویید من میخوام یک بانک ملی درست کنم، 5 میلیون دلار احتیاج به وام دارم، عوض به من ندید. و من از لیبی میتونم بگیرم، شوروی اینجا هستن حتما میدم، ولی ما به شما بیشتر اعتقاد داریم. در مقابل اینجا پایگاه زیردریایی شما که صحبت کردین، ما با اینا صحبت کردیم، هر موقع میخوام بیاین برین برای مسئله میزن. من اومدم رفتم به عرض علازت سنتم، خب علازت نپذیرفتم. البته در همون موقع ما در سنگال خدا میدوند چند صد میلیون شاید بیلیون داشتیم خرج میکردیم نزدیک برای شهرهای در سنگال که اصلا ما کاری نداریم، ما هدف استراتژیکی در اون منطقه، ایده های استراتژیکی نداریم. یا در کنیا سفیر ما رو با اردن بیرون کرده بودن. یکی از بی ترتیبی های گذاشتم این کارا بود. ما در سنگال کاری نداشتیم، ما در زائر کاری نداشتیم، ما شاید نیازی نبود که شهرک مصر در مصر شهر بسازیم، 1 میلیارد دلار پول بدیم شهر اسماعیلی کنار اسم شهر بسازیم از این صحبت ها، ولی ما میبایستی به سیشل کمک کنیم برای هدف های استراتژیکمون و میبایستی در کنیا و اینا سازمان های تشکیل بدیم برای این هدف هایی که ما داشتیم. یک تاسک گروه من فرستادم به استرالیا و اینا بعد از یک طوفان شدید در دریا رسیدن به ماست. سفیری داشتیم به اسم هروی. هروی دام الخمر بود و نه تنها خودش نرفته بود روی این کشتی ها، بلکه یه نماینده هم نفرستاد. حالا کسافت کاری دیگری بود، مثلا اعلان داده بود آقای هروی تو روزنامه که ماشین نویس میخواد. ماشین نویس اومده بود خودش اینا رو به خط کرده و دونه به دونه بود. خب آماده هستین شما برای رخت خواب مثلا؟ بعد این تو روزنامه استرالی آبروریزی را داد. یا اینکه در عمان که من رفتم، من دیدم سفیر ماویه آدمی بود، همین گفت بالا گوهر کجاست؟ بالا گوهر شهریار شبکه از افسرهای من بود و همراه من بود، آدم انضباطی هم بود، اونم از دستیم فرار میکرد و بالاخره شب که من میومدم بیرون اومد در ماشین رو با کرد که به اون سفیر بفهمونه که این سازمان نظامیه، بالاگوهر یه افسر فقط، بنابراین اگر ایشون کار دارن با رئیسیشون باید کار داشته باشن نه با بالاگوهر. این خب این مسائل رو ما دیده بودیم زیاد و مخصوصا در سفرامون دیده بودیم چقدر کادر وزارت خارجه ضعیفن تو این مسائل. یا دو تا کشتی موشکی از ساموزال کلاس من فرستادم به سواستوپول شوروی. خیلی هم اینا حسن اثر داشت در اون موقع. بعد یه دفعه شنیدم که سفیر وزیر خارجه آقای خلعتبری میرن به بلغارستان وارنا. من فورا به کشتی ها سیگنال زدم از سواستوپول بریم به وارنا، اونجا وزیر خارجه ما میاد برای بازدید کشتی. به آقای زلی معاون وزارت خارجه گفتم که به آقای وزیر بفرمایید حتما 10 دقیقه شده بره. اصلا این روشی است که دنیا تا حالا کشورهای بزرگ کردن، از نیروی دریاییشون برای پالیتیکس، برای سیاست استفاده کردن. چقدر جالبه که وقتی وزیر خارجه در بلغارستان در بندر وارنا دو تا ناو شیک و ترتمیز موشکی ایران اونجا وارد بشه و بری بازدید 5 دقیقه 10 دقیقه، ایشون هم خب نرفتن. البته منظور که این مسائل رو نمیدونستم با اون هدفایی که ما تو این دریا و اقیانوس داشتیم، حتی لشکرهای تکاور من عملا برای آفریقا و اینا حاضر میکردم یه موقع اونجا بتونم عملیات بکنم. در چند ماه پیش از انقلاب بود مسائل من به علازت گفتم و گفتم قربان اینا راستش این مسئله استراتژی دریایی رو نمیدونن، کادر وزارت خارجه زیادی در این جریان اصلا نیستن و اجازه خواستن که سفرهای کشورهای اطراف اقیانوس هند و اونجایی که مثل استرالیا و مثل هند اینا مسائل ما نظامی داشتیم، ما
ما تعیین، ما یعنی افسر از افسرهای نیروی دریایی بذاریم، ایشون هم تصویب کردن. البته به علت انقلاب من دیگه اینو وزارت خارجه ندادم، ولی یه همچه طرحهای فکرهای ما داشتیم و شاه مرحوم هم تصویب کرده بود. دیگه چیزی به نظر من نمیرسه. البته خب مسائل خیلی مفصل صحبت، در حدود 29 سال خدمت من در نیروی دریایی بود که تقریبا بدون هیچ معروف در ایران میگفتم پارتی یا نفوذی، ما فقط با زحمت و احترامی که زیر دستا داشتن و یا این و اون داشتن من تا اون بالا رسیدم و اینم چیزایی که در مد نظرم بود. متاسفانه خب به علت انقلاب این نیروی دریایی بزرگترین صدمه رو به نظرم نیروی دریایی دادن که حد از تمام سازمان‌های مملکت شاید 30-40 سال جلوتر بود. تکنولوژی که در بندرعباس بود در همون سال انقلاب، شاه مرحوم اومدن در اپریل بود به نظر همین بازدید اردیبهشت بندرعباس، اصلا باورشون نمی‌شد. ما موتورهای رولز رویسی که مال هواپیماهای جامبو جتا و اینا هست و رو کشتی ها همون موتورها را کار گذاشته بودیم، در بندرعباس اوورهال داشتیم میکردیم، در حالی که شرکت هواپیمای ملی و نیروی هوایی سالها بود و سالها دو به انگلیس میفرستادن برای اوورهال. و یه موضوع دیگر هم اون موقع در سرصدا ایجاد کرد، اون خرید دو تا کشتی میکلانج و رافائلو ایتالیایی بود، کشتی مسافری در راه بندرعباس نیروی داری. این کشتی ها را من 9 میلیون دلار خریدم، نو بودن، بعد 5 سالم خدمت نکرده بودم، ولی رو هر کدوم 2000 آدم من جا دادم در بندرعباس و در بوشهر. علت این بود که اگر من این کشتی را نمی آوردم با اون سرعت خونه نمی تونستیم بسازیم. کادر فنی کارخانجات نیروی دریایی در خرمشهر و ببخشید در بندرعباس و بوشهر نمی تونست تأمین بشه. لاجرم ناوا را من می برستی بفرستم به خارج که با یه محاسبه، غیر از اون که ناوها نزدیک 1 سال از دور بودن از کشور، 500 میلیون دلار از جیب ما می داد. من این مسئله رو با 2 تا 9 میلیون دلار حل کردم و تونستیم کادر غیر نظامی و اینا رو و نظامی رو تو هر کشتی 2000 نفر زندگی میکردن و تمام امکانات تفریح و اینا هم البته بود برای در اون منطقه که داشتن زشتیم. این هم چون من مخصوصا در اون کتاب دو نامه علی اصغر حاسد جوادی خوندم که حمله کرده بود و این دوتا کشتی، اشتباه از ما بود که ما در اختیار عامه نذاشتیم که ما برای چه هدفی این پول و این دوتا 9 میلیون دلار رو دادیم و چقدر سود بردیم در قبلش. معلومه که در اون سال علازت اومدن نگاه کرده و بعد گفت هویدا اینجا بندرعباسه. اصلا با تعجب تمام عملیات تاکتیکی تو سالن‌های بزرگ الکترونیکی حل میشد، تمام کشتی‌ها تو تابلوها و اینا، اصلا دیگه احتیاج نبود که هر روز کشتی ها برن دریا و استهلاک و سوخت و اینا. 4 تا مانور تو الکترونیکی بود و 1 مانور ورز بفهمد تو دریا بود و حوزچه هایی که همه آم آپریشنال بود خودشون اومدن شش ها مرحوم دیدن و هویدا نخست وزیر همه دیدن. ما در عرض مدت کمتر از شاید 3 سال خورده به این هدف رسید. یه مسئله دیگری در زمان رئیس ستادی، شوروی ها پیشنهاد داده بودن نیروی در ایران هر چی میخواد ما حاضرین بدیم، حتی رزوناو سوردلوف کلاس و از اون موشک اندازهایی که کمار معروف بود که مصری ها کشتی اسرائیلی رو زده بودن با دریا بود. رسایی منو صدا کرد گفت نظرت چیه؟ گفتم نظرم اینه که ما صلاح نیست از کشتی های شوروی، ولی که اینا همیشه یک نخ سیاسی به اینا بسته است، به اینا فردا یک قطعیدکی نمیدن نیرو در یه محض بمید و جلوشو گرفتم. خود البته با شوروی ها ما زیاد مراوده نداشتیم. یه دفعه ادمیرال کورشکافو قبل از سال جنگ، قبل از جنگ 72 بین هند و پاکستان، ادمیرال کورشکاف فرمانده نیرو دریایی شوروی
حکومت ایران، من از طرف نیروده رفتم فرودگاه، مقداری صحبت کردیم و اون همینجوری زبانا دعوت کرد، ولی ما هیچ وقت نرفتیم. و یادم کوشکاف که اومد، پشترش وابسته نظامی هند بود، وابسته دریایی هند بود با یک کیف دستش. و بعد از رفتن کوشکاف که به هند و بعد از اینکه رفت و بازی تموم شد، اون وقت جنگ هند و پاکستان شروع شد.